می آموزند در حالی که هیچ کدام از اینها را ندیده است. مانند افسانه هایی که بر روی پرده ها می آوردن قدما و آن افسانه ها را از روی پرده ها نقل می کردن که این فلان است و بهمان است و بر اساس آن اندکی از واقعیت موجود رو برای اشخاصی که آن عالم رو و آن عالم رو و آن عوالم رو ندیده بودن برای اینها روشن می‌کنند. مولانا می‌فرماید که این انبیا و اولیا و اوصیا آمدند همان نقاشان چیره دستی هستند که در دوربر ما در زندان ما حضور دارند. اینها آمدند بر دیوارهای زندان ما نقش‌های زیبایی را می‌کشند. می‌گویند اگر از این زندان بیرون بیایید چنین هست، چنین آبشارهایی هست، اگر از این زندان بیرون بیایید چنین درخت‌هایی هست، چنین مرغزارهایی هست، چنین دیدنی‌هایی هست، اگر از اینجا بیرون بیایید چنین غذاهایی هست. هزار جور غذا رو نقشش و عکسش رو کشیدن، می‌گویند این ترش هست، این شیرین هست، این کذا هست، این کذا هست. این آدم دروغگو هست، این آدم راستگو هست، عاقبت نسیه فروش این هست، عاقبت نقد فروش این هست. اینها رو گویا همش رو می آید و بیان می کنند. این نقش ها در حقیقت هیچ از حقیقت به ما نشان نمی دهد، بلی برای کسی که هیچ نمی داند کلن از این واقعی دور است، آن نقش های دوبودی اندکی آن ابعاد خاص رو، آن سبوت رو اندکی در آنجا نشان می‌دهد. بعد یک دریا می‌کشد، می‌گن این چیز، می‌گن این دریاست. کسی که زندانیست که در عمرش دریا ندیده، می‌گن دریا کجاست، دریا چیست؟ می‌گوید که دریا جاییست که آب خیلی زیاده. این آبی که بعضا می‌خوری از اینها آنقدر بریزی تا پر شود، تا مثلا سقف این زندان برود، آن می‌شود دریا. خب حالا این چیز، اینها هم ماهی هستن. این ماهیان چه میکنن؟ ماهیان در درون دریا هستن، خفه نمیشدن، غرق نمیشدن، نه، اینها ماهیان دریای هویت هستن. و همه این وقایع و مواقع رو در آنجا بیان میکنند. گفتن که ما که ماهیان این دریایی، اول در این دریای حیات بوده ایم. اونایی که آمده‌اند و سخن می‌گویند به کسانی که زندانند، آمدن به ملاقات زندانیان می‌گویند که ما هم یک زمان مانند شما زندانی بودیم، می‌دانید چه کردیم، ما در زندان را شکستیم، به این شیوه و به آن شیوه خودمان را و جانمان را از این زندان تن و زندان بدن رهانیم، از اینها رها شده ایم، اکنون آزادیم، اکنون میتوانیم همه جا برویم، اکنون میتوانیم هرچه دلمان خواست ببینیم، تماشا کنیم، بخوریم، بیاشامیم، دیگر مجبور نیستیم که تحت نظر اشخاص باشیم، دیگر مجبور به محدودیت نیستیم. گفتن که ما ماهیانیم دریایی، اول در این دریای حیات بودیم. همه روح‌هایی که هستیم، روح‌ها در عالم زد، در عالم ارواح بودن، همه ماهیان دریای الست هستیم. ما می‌دانستیم عظمت این دریا را و لطف این دریا را که مثل اکسیر پذیر این کیمیای بی‌نهایتی. ما می‌دانستیم که در این دریایی که هست ماهی بودیم، در درون بحر الهیت شنا می‌کردیم و می‌دانستیم که این دریا اکسیری دارد که مثل وجود ما را تبدیل به طلا خواهد کرد. این وجود بی‌مقدار و این جان بی‌مقدار ما را بسیار ارجمند و ارزشمند خواهد کرد. مثل اکسیر پذیر، خیلی زیباست. مولانا معتقد است که همه مثل اکسیر پذیر نیستند، همچنان که همه جانها توبه پذیر نیستند، همه انسانها نصیحت پذیر نیستند. چند درصد از مردم نصیحت رو میپذیرند؟ از صد نفر شاید دو سه نفر نصیحت را بپذیرند، بقیه نصیحت ها را دور میاندازند، اصلا توجه نمی کنند.
یعنی اینها مسخایی هستند که اکسیر پذیر نیستند. اکسیر می آید به اینها می خورد، اما چون اینها پذیرشان اکسیر را ندارند هرگز به طلا مبدل نمی شود، همیشه در مس بودن خود باقی می مانند. ما می دانستیم عظمت این دریا و لطف این دریا را که مثل اکسیر پذیر این کیمیای بی‌نهایتی. این کیمیا هم بی‌نهایته. خدایان که کیمیایی می‌ساختن اندکی بوده، وقتی به چند در چند مورد استفاده می‌کردن تمام می‌شده، ولی این کیمیا بی‌نهایته و هرگز تمام شدنی نیست. تمامی مس‌های دنیا را هم طلا کند باز هم از آن چیزی کم نمی‌شود. می دانستیم عزت این کیمیای حیات را، کیمیای زندگی خداوند است، زندگی حقیقی. و آنها که ماهیان این دریا نبودند در اول چندان که بر ایشان عرضه کردیم نشنیدند و ندیدند و ندانستند. آنها که ماهی این دریا بودند هی بهشان گفتیم، هی به این زندانیان خواب گفتیم که جهان دیگری وجود دارد، قصه دیگری وجود دارد، اما اینها هیچ کدام نپذیرند. انبیا و اولیا آمدن گفتن که اعمال شما بازتابی خواهد داشت، هرچه که دوست دارید انجام ندهید، قیامتی هست، معادی هست، اتفاقی خواهد افتاد، ولی هیچ کدام گوش قبول و اکسیر باور نداشتند، بنابراین قبول نکردند هرچه انبیا و اولیا و اوصیا گفتند. نشنیدند و ندیدند و ندانستند. هزار تا حجت آوردیم ندیدند، هزار سخن علمی به ایشان گفتند اینها ندانستند، هزار سخن زیبا بر گوش اینان خواندن اینان نشنیدند. چون اول عارف ما بودیم و آخر و آخر عارف، این گنج هم ماییم. چون هم اول و هم آخر ما بودیم، ما بودیم که می شناختیم این چندین قربت دراز، جهت احباب دارن عورت خواستم که تا مرا بدانند این باکه بود. همان قصه رو مولانا نقل می کنن. کنتو کنزن نخبیین و احباب تو ان عورت. این رو می گوید که خدا دوست می داشت که شناخته شود، من دوست می داشتم که شناخته شود. به هر کسی عرضه کردیم در دیوار این جهان، همه مایه عبرت و عظمت است، مایه درک و بینش و فهم است، اما اینها گوشهایشان را بستند و چشمانشان را بستند. سمون بکمون امیون فهم لایعقلون، سمون بکمون امیون فهم لایعقلون. اینها کرانند، کورانند و لالان هستند، اینها نمی بینند و نمی شنوند. خب به یک کسی که کر و کوره است چگونه می خواهی از لطافت گل بگویی؟ چگونه می خواهی به این و به این از زیبایی های آدم دیگر بگویی؟ به ماهی چگونه می خواهی از دریا بگویی؟ به ماهی اگر بگوییم که تو کجا هستی میگه من اینجا هستم. تو در دریا هستی، دریا کجاست؟ ماهی میگه من دریا را تا حال ندیدم. بس که با دریا خوب گرفته است، دریا رو جدای از وجود خود میداند. مانند انسان ها که بس که در محیط الوهیت حضور داشتن، خلق شدند و ادامه وجود دادند، از آن جهت آب را همچنان که ماهی نمی‌شناسد، اینها هم خدا را نمی‌شناسند. می‌فرماید من دوست داشتم که شناخته شدم. جواب آمد که ای ماهیان، اگرچه ماهی قدر آب داند و عاشق باشد و چسبیده باشد بر مثال دریا، اما بدان صفت و بدان سوز و بدان گرمی و جان سپاری و ناله و خونابه باریدن و جگر بریان داشتن نباشد
که آن ماهی که موج او را به خشکی افکند و مدت‌های دراز بر خاک گرم و ریگ سوزان می‌تپد که لا یموت فیها و لا یحیا. نه فراق دریا می‌گذارد که حلاوت زندگی یابد و خود با فراق دریای حیات چگونه لذت حیات یابد کسی که آن دریا را دیده باشد. خیلی زیباست. خلاصش اینه که اگر به این ماهی هایی که درون بحر روحیت دارن شنا می کنن و از ناز و نعمت و تنعم برخوردارن، اگر اینها بیاین و این ناز و نعمت را از دست اینها بگیری و از درون این آب که هر لحظه از بس درون آب است که متوجه نمی شود که درون آب است، این ماهی را از اونجا بیرون بفرستیم در خشکی، در ماسه های گرم و تبدار او را بیندازیم، این بالا و پایین بپرد، آن وقت بپرسی که کجا بودیم. یک بار هست که در حالت عادی در آب از اون پرسیم تو کجا هستی؟ میگه من نمیدانم. میگوییم در دریا هستی؟ میگه دریا چیه؟ او کی میتواند این را بفهمد؟ وقتی که از آب دریا بیرون افتاده باشد و سوز بسوزد و گرمی داشته باشد و جان سپاری کند، ناله بکند، خونابه از دهانش بیرون بیاید. دیده ماهی چقدر جزع فزع و ناله می کند وقتی بیرون آب است. جگر بریان دارد، مدت‌های دراز بر خاک گرم و ریگ سوزان می تپد که لا یموت فیها و لا یحیا. نه می میرد نه زنده می ماند. وقتی از آب بیرون افتاده باشد دیده اید که ماهی چندین دقیقه بالا و پایین میپرد، نه زنده میماند و نه میمیرد، نه زندگیش زندگیست نه مردنش مردگیست. بنابراین انسانی که در کنف لطف و عنایت پروردگار است تا جگر خونین نداشته باشد، تا دوری از محبوب و معشوق را نچشد، تا از او دور نباشد و عاشق نباشد، دل سوخته نباشد و در تنور عشق نیفتاده باشد و بالا و پایین نپریده باشد از سوز عشق و از سوختن و از آتش، آن وقت نمیفهمد. نه مرگ دارد نه حیات دارد، نه فراق دریا میگذارد که حلاوت زندگانی یابد، زندگانی که برایش حلاوتی ندارد چون از دریا دور افتاده و خود با فراق دریای حیات چگونه لذت حیاتی آورد. وقتی دریای زندگی نیست او چگونه میتواند لذت بیاره؟ مولانا شاید نظرش به این هم باشد که میخواهد بفرماید ما همه در بحر الست، در بحر روحیت، ماهیان بحر روحیت. یک چند روزی، چند دقیقه ما رو از دریای الوهیت، از ملکوت الوهیت بیرون انداختن و در این دنیا و در این ناسوت قرار دادن. در این ناسوت فقط ما زجر میکشیم. لا یموت فیها و لا یحیا. یعنی نه زندگی درستی داریم، نه مرگ درستی داریم. نه زندگی من زندگی است، نه مرگ من مرگ است. دقیقاً قصه همین است. یعنی این که ما که از دریای الوهیت دور افتاده ایم در این جهان، در ناسوت گرفتار همین گرمای این جهان هستیم. آب حیات عشق دیگر در رگ ما روانه نمی شود. آبی که بخواهد ما را در اندرون خود بگیرد، ما را سیراب کند، وجود ندارد، مانده ایم. می توان مثالی زد از حال بشر در این دنیا به حال آن ماهی که از دریا دور افتاده و در ساحل خشک بر خود میپیچد و پیچ و تاب میخورد، بالا و پایین میبرد. به خاطر همین است که زندگی این دنیا همش رنج است، همش عذاب است. هر که او اندر شبی یک شربت وصل تو خورد، یک شربت وصال تو را یک شب بخورد. چون نماند آن شراب او داند از رنج
خمار. یک شربت بست تو را بخورن بعد که آن شراب تمام شده باشد. فردا صبح که تا صبح هم نشسته شراب خورده. این سردرد خمار برای چه کسی است؟ خماری رو چگونه میتواند دفع کنند؟ یک شرابی از شرابخانه الس لازم است تا این خماری رو دفع کنند. ما در این جهان در ناسوت خمار هستیم، خمار آن مستی الس هستیم. اصلا چرا همین گیج هستیم؟ همه خماریم. ما در آن را مست بودیم، از آن شراب الوهیت و شراب الستی دور افتاده ایم و خماری ما در این دنیا هست. در ناسوت داریم در خماری میکشیم و از آن شراب نیست تا خماری ما را دفع کنند. به خاطر این بشر به شرابهای ظاهری پناه میبرد، به دود و دم ظاهری پناه میبرد، به مسکنهای ظاهری و به داروهای ظاهری پناه میبرد، به خاطر اینکه خمار است و نمیداند چه کنند. ما که سرمست میخانه ازل بوده ایم، به اینجا که افتاده ایم، در قربت قرار گرفته ایم، دیگر شرابی نیست تا خمار من به مستی تبدیل شود و از وجود من از جهان بیخبر باشیم. بنابراین در خبرداری کل، در هوشیاری مطلق هستیم. هوشیار هم همیشه کارش رنج کشیدن است، رنج بردن است. امکان زیستن بی دریا و امکان مردن نی از امید رسیدن به دریا. چرا این ماهی که از دریا دور افتاده نمی‌میرد؟ چون امید وصال دریا دارد. از این جهت خود را زنده نگه می‌دارد با هزار رنج و عذاب که دوباره برگردد. گویی که مگر به باغ زر رشته امین، یا بر رخ خیش زعفران کشته امین. امید وصال تو رها می نکند و نی خود را به رایگان کشتم. میگه که مگر خودم را با در باغ زر رشتم. زر قدما یک لباسایی داشتن که با طلا این رو میرشتن، با طلا این پارچه ها رو لباس میکردن. یک تارش مثلا طلا بود، پودش نقره بود، یا تار و پودش از مس و نقره یا طلا بود. آلیاژ های این چنینی لباسهایی را درست میکردن. گویی که مگر به باغ زر رشتنی، یا بر رخ خیش زعفران کشتن، یا در صورت خود زعفران کاشتن. زعفران کاشتن یعنی رویم زرد است. امید وصال تو رها می نکند، امید وصال معشوق مرا رها نمی کند، برمی خود را به رایگان کشتن. چون امید وصال تو دارم، خودم را به هیچ بکشتن میدهم. رایگان یعنی بیهوده، به هیچ، به هیچ خودم را میکشتم. ولی امید وصل تو مرا باقی نمیگذارد، امید وصل تو نمیگذارد من خودم را بکشتم. دریا این ندا میکند و این وحی میفرماید. منظور از دریا معشوق از خداوند است و منظور از ماهیان ما هستیم. دریا این ندا می کند و این بحر می فرماید که بلا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. دریا می گوید که خودتان را نکشید. لا تقتلوا انفسکم، ای انسان ها خود را نکشید. بر اساس این آیه است که خودکشی حرام است، چون که نهی فرموده از قرآن و نهی الهی موجب حرمت آن مسئله است. قتل نفس، قتل انسان حرام است. انسان حق ندارد نه دیگری را بکشد و نه خود را بکشد. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیم. خودتان را نکشید، اما خداوند به شما بسیار رحمت می آورد، بسیار رحمان و رحیم است. یعنی وقتی که انسان می آید وضعیت خود را می بیند، میخواهد خود را بکشد. من این کسی که مثلا میبینم که سرطان دارد و سرطانش دارد پیشرفت میکنن، این شخص اگر مثلا ابله باشد میرود خود را میکشد.
چرا که نهایتاً خود را نابود شدنی می‌دانند. ولی انسان‌هایی هم که در اینجا از دریای الوهیت دور افتاده‌اند، از دریای الهی بیرون افتاده‌اند و همینطور می‌پرند و در زجر هستند، در ناسوت دارن رنج می‌برند، اینها هم می‌خواهند خودشان را بکشند. قرآن فرمود که لا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید، خدا رحیم است، خدا به شما رحمتی خواهد داد که شما رو از این رنج و عذاب برهانند. به حکمت دیگر، یک حکمت دیگر هم این قصه دارد. چنان که خواستم که گنج خود را ظاهر کنم، خواستم که گنج شناسی شما هم ظاهر کنم. فاحببت ان اراکم تو کنزن مخفیا، من کنز مخفی بودم، من گنجینه پنهانی. خب حکمتانش را بیان کرد. فاحببتن او را خواستم که شناسایی شدم. میگه حکمت دیگر این است که احببتن او را خواستم که گنج خودم را آشکار کنم، ظاهر کنم، خواستم شناخته شدم، خواستم اهل عرفان مرا بشناسم، من معروف اهل عرفان واقع شدم، خواستم که گنج شناسی شما هم ظاهر کنم. همچنان که آنجا اکسیر پذیری مصر را امتحان کرد، اینجا هم گنج شناسی ما را امتحان می کند که آیا ما گنج را می شناسیم یا برای ما یک گوهر با خزف برمی ندارد. و چنان که خواستم که صفا و لطف این دریا را پیدا کنم، خواستم که بلند همتی این ماهیان را و لطف پروردگی این ماهیان و این خلق دریا را پیدا کنم تا وفای خود را ببینند و همتشان آشکارا شود. خب میفرماید همچنان که خواستم که این دریا را نشانشان بدهم، اینها را از دریای الوهیت بیرون انداختم تا قدر دریا را بدانم، و خلق و خلق با خلق خودم اینها را از الوهیت بیرون آوردم، از بهشت عظمای الهی اینها را بیرون آوردم، از عالم ذرب اینها را بیرون آوردم و در تنگنای عالم ناسوت قرار دادم. خواستم که اینها بدانند که اینها از دریا بودند، چون تا درون این ماهیان، تا درون دریا بودند، مرا نمی‌شناختند، دریا را نمی‌شناختند، از عظمت دریا بی‌خبر بودند. اینها آمدند بیرون از دریا، نگاهی به دریا کردند که ببینم چقدر عظیم است این دریا، وگرنه تا زمانی که درون دریا بودن شناختی بر آنها حاصل نمی شد. و گنج شناسی اینها را بدانند، بدانند آیا اینها دریا را می شناسند، آیا اینها گوهرهای دریای الوهیت را می شناسند، اینها صدفهای نبوت و امامت را می شناسند، آیا درهای امامت را اینها خواهند توانست سیر بکنند و کشف بکنند در دریای حقیقت الهیت. چنان که خواستم که گنج خود را ظاهر کنم، خواستم که گنج شما، گنج شناسی شما هم ظاهر کنم. چنان که خواستم که صفا و لطف این دریا را پیدا کنم، خواستم اینجا این صفا و شما این صفای دریا و لطف دریا را بدانیم، خواستم که بلند همتی این ماهیان را و لطف پروردگی این ماهیان را بشناسم. این که بدانم این ماهیان چقدر بلند همت هستند، چقدر لطف پرورده هستن، پرورده لطف دریا هستن. خواستم این انسان ها هم بدانن، این انسان های بلند همت رو من میخوام، انسان های کوتاه همت، کوتاه بین، کوتاه فکر، لایق درک عظمت الوهیت نیستن، و این خلق دریا را پیدا کنن تا وفای خود را ببینن، این خلق را پیدا کنن، این خلق بیاین تا خودشان وفای خودشان را ببینن، همتشان آشکار باشد. الان الف لام میم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم گفتن این هر معنی دارد، انشاءالله یک روز در مباحث قرآن من این حروف مقطعه رو بررسی میکنیم. حروف مقطعه در اول 29 سوره قرآن آمده و همه‌شان از 14
حرف درست شده اند، چیه هم اینو گفتن که این کلمات هست، این حروف مقطعه که در اول سوره آمده صراط و علیه حق و نمسکه، این 14 حرف هست که با این ها در اول 29 سوره از 14 سوره قرآن حروف مقطعه آمده است. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم 3 بار، الف لام را 7 بار، تا با یا ای مثال، الف لام میم را، یا ها میم، عین سین قاف، خیلی کاف پایا و موارد دیگر و فراوانی که در تاها، همه اینها در جزء اینها هست، حروف مقطعه است و معنیش را هم نمیدانم. 18-19 مورد مفسران گفتن که معنیش این است، معنیش این است که این قرآن از همین حروف است، معنیش این است که از آنها رمزی است بین خدا و رسولش، معنیش این است که اینها اعجاز عددی دارد، تعداد کلمات، تعداد الف لام میمی که در اینجا هست، در این سوره اگر ما حساب کنیم تعداد الف ها بیشتر از لام است، تعداد لام ها بیشتر از میم است و میم ها بیشتر از بقیه حروف الفبایی هستند. و دانشمندان هم حساب کردن که این الف و لام و میم مذربی از عدد 19 هستند، عدد 19 که تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است که 19 حرف است. الف لام میم، تعداد الف ها در هر سوره که در اول آن آمده، تعداد لام ها در هر سوره، تعداد میم ها در اول آن سوره، تعداد میم ها در آن سوره مذربی صحیح از عدد 19 است، یعنی تعداد الف ها آنقدر است اگر تقسیم بر 19 بکنید عدد صحیح جوابش خواهد آمد، اگر تعداد لام ها در آن سوره رو جمع کنید اگر تقسیم بر 19 کنید عدد نتیجهش عدد صحیح است و عدد اعشاری نخواهد بود. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خیلی آیت آیا حسب حساب کردن الناس، آیا مردم حساب کردن، آیا مردم گمان بردن پیش خودشان چنین حساب کردن، ان یترکوا این که ترک شوند، ان یقولوا آمنا که اینها بگویند ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون و آنها مورد فتنه و آزمون و آزمایش قرار نگیرن. اگر گفتن به زبان کافی بود دیگر کسی مورد امتحان واقع نمیشد، ولی قرآن میفهمد که آیا مردم فکر کردن که در زبانشان بگویند ما ایمان آوردیم از اینها امتحان نمیشود؟ همه کسانی که گفتن ما ایمان آوردیم، اظهار ایمان و ادعای ایمان داشتند، همه آنها مورد فتنه و آزمایش قرار میگیرند، همه آنها در قربانگاه الهی به نحوی باید وجود خود را قربانی کنند. صد هزار مار است که دعوی ماهیی می کنند، صورت صورت ماهی و معنی معنی ماهی. بعضی مارها هستند که شبیه ماهی هستند، حتی در مار ماهی دیگه، حتی در آب شنا می کنند. مولانا اینها رو دیده است، گویا آشنا بوده این مار ماهی ها که در آب حیات می کنند. میگه اینها میگویند ما ماهی هستیم، اتفاقاً در آب هم چنا می کنند اما در حقیقت مار هستند. فرق مار و ماهی چیست؟ مار زهر دارد، زهر می زند و می کشد انسان ها، ماهی به جایش خیلی بهتر از مار است. مار و ماهی با همدیگر مماثلت ایجاد کرد. خب آیا هر کسی که در آب شنا می کند، هر ماری که می آید ادعای ماهی بودن می کند، هر شخص که می آید ادعای ایمان می کند، ما می پذیریم؟ نه، امتحانش می کنیم. چه می کنیم؟ او را از آب بیرون می اندازیم. اگر ابتلا شد، اگر خواست بمیرد، می دانیم اون مؤمن است. اگر مار بود، مار خاکی است و با آب نسبتی ندارد. اگر او را در خاک گذاشتیم حرکت خواهد کرد و معلوم است که او نخواهد بود، بنابراین ابتلا ندارد، ما رو ابتلا ندارد، ولی ماهی وقتی از آب بیرونش می کنند ابتلا دارد.
جان پاکان غذای پاک خورد، مار باشد که باد و خاک خورد. جان پاک، انسان‌های پاک، روح‌های پاک غذاهای پاک می‌خورند. روح پاک چه می‌خورد؟ غذاهای معنا، غذاهای عشق، غذاهای محبت، دوستی، خلوت، بودت می‌خورد. این است که آنها چه می‌خواهند؟ آنها هم ماران هم خاک و باد می‌خورند. باد و خاک غذای ماهی نیست. هر حیوانی را که از دور بینی ندانی که سگ است یا آهوست، اگر سوی استخوان رود آهو نیست. میگه از دور می‌بینی نمی‌دانی که سگ است یا آهو است. مولانا در فیلماتی هم می‌فرماید بنشین نگاه کن، اگر به سوی مرغزار رفت بدان که او آهوست، و اگر به سمت استخوان رفت بدان که او سگ است. مسئله ایست در شریعت که گرگ با آهو جفت شد، میان ایشان بچه زاییده شد. خب یه مسئله هست که اگر گرگ با آهو را آبستن کرد، با او ازدواج کرد، میان ایشان بچه ای زاییده شد، این بچه را حکم آهو گیریم و حکم گرگ. این گرگ است یا آهو هست؟ در اینجا اختلاف علما است. یک مسئله شاذ فقهی را مولانا بیان میکند، میخواهد از او یک استفاده خیلی خوب ببرد. اینجا اختلاف علما است. شرح هم قولها در مدرسه تمام بحث کردن. خب مولانا خود مدرسه فقاهت داشته است و اینها رو بحث کرده است که قولها هست. یکی میگوید که او گرگ است، عاقبت گرگزاد گرگ شد، چون پسر یا دختر گرگ است گرگ است. میگویند نه، اصالت با مادر است و مادر اگر آهو هست آن همچنین است و پاک است و حلال است، و اگر گرگزاده باشد میگویند او حرام است. اگر چه به شکل آهو باشد، اما چون نطفه گرگی دارد او حرام است و نجس است و آن مسائل شرعی که برای او قائل کرده. الا آنچه قول درست است آن است که پیش او بند گیاه بیندازیم و مشتی استخوان بیندازیم. میگه درستش این است که چه کنیم؟ بیاییم آن فرزند که از گرگ آهو زاده شد، آن حیوان، بیایید در جلوش گیاه بیاندازیم یا مشت استخوان بیاندازیم. اگر سراغ گیاه رفت او آهوست، حکم آهو بر او جاری بود. اگر سراغ استخوان رفت حکم گرگ و سگ رو بدن. اگر سر به گیاه فرود آورد آهوست، و اگر سر به استخوان فرود آورد حکم گرگ دارد. در هر آبی که او دندان اندر کند پلید شود. نجسه دیگه، چون نجسه آهو که نجسیست، در هر آبی که دهان و دندان بیاورد آن نجس میشه. و زیرا گرگ هم سگ است الا صحرایی است، وحشیست. گرگ هم سگ وحشی هست. اکنون غذای مار باد است و خاک، و غذای مار نفس اماره هم باد است و خاک. همین مار خاک میخورد، خاک یعنی آن موادی که در اون خاک است اونها را میخورد. نفس اماره هم همین است، هوای نفس است و خاک میخورد. آن خاک کدام است؟ چرب و شیرین دنیا که از خاک رسد. میگویید که نفس اماره کجا خاک میخورد؟ میگوید همان میوهی که از خاک است، همان گوشت و همان نانی که از خاک است، آن هم خاک میخورد. چرب و شیرین دنیا که از خاک رسته است، خدا او را رنگی داده. همه مثل خاک بودن، منتها خدا به هر کدام رنگ داده است. سیب را قرمز کرده است، زردالو را مثلا زرد کرده است، گلابی را زرد کرده است، یکی را مثلا سیاه کرده است. هر کدام ببنده. اگر خواهی عاقبت بگیر که خاک می شود، آن نقش از او می رود. اگر باور نمی کنی که نفس اماره و این بشر خاک می خورد، خب بذار وقتی مرد
وقتی خاک شد آن وقت باور خواهید کرد که او از خاک است. اکنون چون دانستی که نان و گوشت خاک رنگین است، خیلی زیاد خاک نان و گوشت خاک است، رنگین است، فقط فرقش با خاک دیگر رنگی بودن است و اندکی خلاصه مزه آن است و اندکی هم نرمی آن است، وگرنه آن خاک رنگین است. اکنون چون دانستی که نان و گوشت خاک رنگین است، اگر مار نی غیر این غذایی بجون، اگر مار نیستی غیر از اینها غذا پیدا کن، غیر از این نان و گوشت بخور. چه بخورم؟ نور بخور، غذای معنا بخور، غذا و لقمه الوهیت بخور. اگر مار نه ای غیر این غذایی بجود، دیگر غذای مار باد است. کدام باد؟ دیگه من گفتم غذای مار خاک است که همان چیزهایش که از خاک بنده، و گفتم باد است. چگونه باد است؟ باد جاه امیری و خواجگی که آدمی همین که از نان سیر شد از گرسنگی، دست آرزوی باد خواجگی در سر می کنند که از سواب چونین بوده است، ما چونین محترم بوده. خیلی زیبا اشاره به یک امر روانشناسی جدید دارد. در روانشناسی جدید در مثلا هرم مازدو و اینها که از مشهورترین مباحثی است که در دانشنانسی های جدید هست، مازدو میگوید که یک هرمی دارد، میگوید که این خصوصیات اولیه که بشر دارد اول باید اینها تعمیل شود، تا اینها تعمیل نشود به چیزهای دیگر نخواهد اندیشید، به هنر نخواهد اندیشید، به دین نخواهد اندیشید، به مسائل معنوی نخواهد اندیشید، مگر اینکه ابتدا آن ابتداییات برایش حل شود، نان داشته باشد، گرسنه نباشد، سیراب باشد و مسکن مناسب داشته باشد، خوراک مناسب، پوشاک مناسب داشته باشد، امنیت داشته باشد. مقام دوم، بحث دوم امنیت است و پس از آن است که او به آزادی میاندیشد، وگرنه اصلا آزادی برای کسی که گرسنه است مفهومی ندارد. کسی که گرسنه است او به آزادی، به هنر، به دین، به علوم الهی که توجه نمی کنند. اینجا هم میگوید که اصلا به فکر حکومت نیست. شما دیده اید کسی که کم کم به جایی برسد، دستش به دهانش میرسد، میخواهد نماینده مجلس شود. همه تان این رو دیده اید. سر خواجگی در مغز او فراتر میرد، او خود را خواجه احساس میکند، بزرگ احساس میکند. ما چنین و چنان هستیم، احساس تکلیف می کند که برود و در سنگر مجلس کار کند، تلاش کند، انشاءالله که حق باشد و انشاءالله که برای هیچ چیز دیگری نباشد جز برای خدمت باشد انشاءالله. این که انسان که سیر شد تازه به فکر خواجگی می افتد، یک اصل هم. آدمی همین که از نان سیر شد از گرسنگی، دست آرزوی باد خواجگی در سر می‌کند. وقتی از خاک سیر شد، از نان و گوشت و اینها سیر شد، یعنی از خاک سیر شد، سراغ باد می‌رود. آن باد چیست؟ هوای نفس است. بادی است که در سر او می‌افتد. بادی که می‌آید به او میگه تو آدم بزرگی هستی، تو خیلی آدم مهمی هستی. چه نشسته ای؟ بیا که همه رو تو باید هدایت کنی، همه رو به راه راست ببری و بایستی چنین و چنان کنی. اصل ما چنین بوده است، دست آرزوی باد خواجگی در سر می کنند. باد خواجگی خیلی زیباست، خیلی زیباست که اصل ما چنین بوده است و ما چنین محترم بوده ایم. ما از فلان کسوه هستیم، ما از فلان خاندان هستیم، ما از فلان شهر هستیم، ما از فلان نژاد هستیم، ما فلان و فلان هستیم. کم کم باد خارجگی، باد سروری در سرش میپیچد. خود آدم بزرگی میداند، منصب طلب میکند، آن نفس مار
مارپاره چون این خاک و باد فراوان یافت اژدهایی میشود همچون درون. و اگر آن نفس مار یک زمینه پیدا نکرد، همانجا می افسرد و می مرد، می میرد. اما وقتی که یک امکانی پیدا کرد، یه چند نفر عده و عده پیدا کرد، یه تعدادی آمدن سراغش که بابا تو خیلی آدم بزرگی هستی، تو سرور همه ما هستی، و پولی هم آوردن بهش دادن، کم کم احساس خواجگی و فرزانگی میکنن، احساس عرض میکنن. دیده اید آدم هایی رو که چند نفر جاهل دورش را گرفتن، آنقدر این جاهلان آنقدر گفتن تو عالم هستی، تو دانشمند هستی، این توهم برای او پدید آمد و خود را دانشمند میدانن. خیلی هستن، فراوانن در جامعه ما این چنین اشخاص. همچون فرعون، مانند فرعون، نفس اژدرهاست او، کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. مخالفان تو موران بودند و مار شدند، برآر از سر موران مار گشته دمار. یعنی مخالفان تو مور بودند الان مار شدند. مور که بی اذیت، بی آزاره، اذیتی ندارد، مار شده، مور بودند و مار شدند. مور و مار هم با هم دیگر جناس دارد دیگه، جناس تطبیق دارد. برآر از سر موران مار گشته دمار، از سر آن مورهایی که مار شده اند، از آنها دمار. دمار همان ترکیست دیگه، همان دامار در زبان ترکی، یعنی رگ. رگ خاصی که در کنده او هست، اینو دمار از روزگارشان برابر، یعنی آن رگ اصلی که متصل به مغزشان هست، این رو بکشی دیگر مرده است. یا مثلا همان نخار را مثلا قطع کنن، یا چون این چیزی هست. مده زمان شانزین بیش و روزگار، مبر که اژدها شود در روزگار یا بد مار. مار اگر روزگار بر او بگذرد، اگر زمان داشته باشد، مار اژدها می شود. میگه ای نفس، نفس خود را زمان نده. اگر به این نفس خودت زمان بدهی، او به جایی میرسد، اژدها می شود، تو را می خورد. مانند آن قصه مارگیر و مار و اژدها و آفتاب تموزی. اکنون مؤمنان مار خالص نیستند، ماهی خالص نیستند. خیلی زیبا میگه این مؤمنان که هستند، نه مارن نه ماهین. مار ماهی هستند، یعنی اینها هم مارن هم ماهین. قسمتی از اینها به واسطه وجود دریا به سمت ماهی بودن و به سمت خوب بودن میل دارند، قسمتی هم به خاطر وجود خاکیشان مار بودن است. مؤمنان انسان‌ها، ماها رو میگه که ما یک وجود ما به سمت دریای روحیت است. روح ما ما را به سمت دریا میکشانند، ماهی وجود ما را به سمت دریای وجود میکشانند. و قسمتی از ما که جسمان باشد و خاکی باشد، ما را به سمت هلاک و دهور و ناتوانی و اژدها شدن میبرند. حال ما در این وسط مانده ایم، شده این مار و ماهی. قسمتی از وجود ما مار است، قسمتی از وجود ما ماهی است. حال کدام را خواهیم؟ اگر میل دریا بکنیم، این قسمت از مار وجود ما تبدیل به ماهی خواهد شد و ما رستگار خواهیم شد. ولی اگر میل به مار بکنیم، ماهی ما میل به مار خواهد کرد و تبدیل به اژدها خواهیم شد، یا این طرف یا آن طرف. اکنون در این زمانه مانده ایم، در میانه این دو امر عجاب مانده ایم. اکنون مؤمنان مار خالص نیستند، ماهی خالص نیستند، بلکه مار ماهی اند. نیم دست راستشان ماهی است و نیم دست چپ ما. خیلی زیباست. میگه این انسان که هست دو نیمه بکنیم، طرف راستش ماهیست، طرف چپش مار است. اینا هم خیلی با هم دیگر نزدیک هست. این تمثیل های خیلی زیباییست که مولانا گفته.
ساعتی آن نیم به باد و خاک دنیا میگید نیمه چرب، ساعتی انسان رو، وقتی انسان رو به سمت دنیا میکشه، به سمت ناسود میکشه، و ساعتی این نیم به طلب دریا میکشه. این نیم ماهی هم یه وقت، یک ساعت انسان رو به سمت آنجا، و انسان مانده از در این وسط، نمیتواند خود را از وسط نصف کنند تا هر کدام تکلیف خود را بدانند، یا دریایی باید باشیم یا خاکی باید باشیم. ما میخواهیم و دیگران میخواهند، تا بعد کرا بود کرا دارد دوست. ما میخواهیم و دیگران هم میخواهند، ما یه چیزی میخواهند، بقیه هم یه چیزی میخواهند. میل دوست به هر طرف باشد، اگر میل دوست به طرف ما باشد ما خواهیم بود، اگر به طرف دیگران باشد آنها خواهند. آدمی هست طرف معجونی، از عزیز عزیز و از دونی. یعنی آدمی طرف معجون است، یا عزیز عزیز است یا دون دون است، یا بسیار بلند مرتبه است یا بسیار پست و دنی است. اکنون چون مجاهده کرد، مجاهده کرد، این نیم دست راست که عقل است، که ان الله تعالی لما خلق العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. اینا فهمیدید؟ اکنون به آن مطلب، به آن روایت که از پیغمبر فرمود، به چهار جلسه قبل خواندیم آن رو، دوباره میرسد به آن که میگه نیمی از تو ماهی است، نیم راست است، نیم چپت مار است، تو مار ماهی هست. و اکنون آنجا که گفت خداوند متعال خلق عقل را خلق فرمود، به او گفت بیا جلو آمد، گفت برگشت. یعنی اکنون این نصف راست ما ببینیم به سمت عقل می رود، یا به سمت دریای می رود، یا به سمت خاک می رود. خطاب کرد این عقل را که رو آر به من، رو آورد به دو. او هم نگاه کرد، گفت ای عقل رو بگردان از من، گفت فرمان بردارم یا فرمان بردارم. پشت آوردن به امر رو آوردن است. خیلی زیباست. بگی که شما فکر نکنید، بگی که خب به من پشت کن، یعنی او کار بدی کرده است. نه، وقتی امر می کند مهم نیست. خیلی زیباست، خیلی نکته مهم نیست. نه اینکه انسان بگوید که خب به سمت من بیا، بعد بگی پشت به من بکن، او بگوید نه. مهم انجام دستور است، انجام دستور مولاست، که هرچه بگوید باید همان را عمل کرد، بی کم و کاست. نبینی که برشتگان را فرمود که به جای سجود من سجود آدم کنید. خیلی زیبا. خداوند به فرشتگان نگفت که اسجدونی، اسجدون آدم، فرمود به آدم سجده کنید، در حالی که آدم که شایسته سجده نبود. چرا به گفت به آدم سجده کنید؟ چرا نه هم اسجدونی؟ گفت اسجدو و از قال رب و کلیل ملائکه اسجدو لآدم. چرا نه هم از قال رب و کلیل ملائکه اسجدونی به من سجده کنید؟ دیگر اما هیچ کس هم بدون سجده، حتی ابلیس هم سجده میکرد. نبینی که فرشتگان را فرمود که به جای سجود من سجود آدم کنیم؟ این از روی ظاهر، پشت آوردن به بندگی حق و روی آوردن به غیر حق. آورد وقتی که کسی آمد و پشت به آن شخص کرد، رو کردن است در حقیقت، چون به دستور بود. او میگوید که پشت بکن، باید پشت بکنن، برو برود، بیا بیایم. یعنی خدا به عقل چنین گفت، یعنی عقل نگفت که خدایا من عقل، من که خودم عقل هستم، تو میگی بیا من میایم، ولی میگی برو من نمیروم. من عقلم میرسد که نباید بروم، درست است؟ نه، میفرماید که عقل خودش تابع
خداوند است. عقل اگر عقل سلیم است، الا من اتى الله بقلب سلیم، اگر عقل عقل سلیم است، بایستی تعقل را از خود کنار بنهد و هر چه خدا میگوید آن را بپذیرد. عقل فقط تا آنجا به درد میخورد که بتواند امر رب را ادراک کند، بفهمد. غیر از این کاربردی ندارد. روایات متعدد است. عقل کارش این نیست که بگوید این خوب است و این بد است، نه. عقل کارش این است که عوامل حضرت ربوبی را ادراک کند و سعی کند که آن را با تعقل، با منطق انجام بدهد. همین است، نه بیش از این. اما چون به امر بود، روی آوردن بود به حق، بلکه عظیم‌تر. این را فهمیدید دیگه. میگه که به عقل گفت که به من رو کن، رویت به من باشد، او رو کرد. بعد گفت پشتت به من باشد، من پشت کن، او هم انجام داد. گفت که این پشت کردن بد بود. میگه نه، آن پشت کردن چون به امر رب بود، اتفاقا خیلی هم ممنوع هست، خیلی هم زیباست و بهتر هم هست، چون همه رو میکنن به معشوق، ولی آن که پشت میکنن کار سترگتری انجام میدن. از بحر آنکه ایشان سالها حق را سجود میکردن، از بیگانه تمییز نمییافتن و با ابلیس هم کاسب و هم خلقه بودن. اینا همه سجده میکردن و از بیگانگان جدا نمیشدن، با ابلیس هم کاسب بودن، همراه بودن. ابلیس هم همه با خدا رو میکرد. خدا گفت که به من روی میکنید، به من سجده میکنید، به من پشت کنید، به آدم سجده کنید. خدا خواست که این عظمت کار را نشان بدهد. این امر الهی عظیم‌تر بود. به این یک رو از حق گردانیدن و به آدم رو کردن خلعت تمییز یافتن. با یک بار این همه به خدا عبودیت کردن، سجده کردن، رو کردن به خدا. خدا اینها رو پذیرفت، ولی خیلی تفاوت نداشتن، تمییزی بینشان حاصل نشد، خوب و بد در بینشان مشخص نشد. اما وقتی گفت به من پشت کنید، به آدم سجده کنید، آن وقت خوب و بد معلوم شد. همه اینها به امر الهی پشت کردن، فرشتگان پشت کردن به خدا و به آدم سجده کردن، اما ابلیس گفت که من به تو پشت نمی کنم. حیفه من به تو پشت کنم. و ابلیس گرچه به ظاهر پشته به حق نکرد، ظاهرن سجده به از سجده به حق دست بنده داشت و به آدم سجده نکرد، پشت به خدا نکرد و از سجود حق نهی نداشت. میگفت که من میخواهم تو را سجده کنم. از سجود غیر نهی داشت، از سجده کردن به آدم ننگ داشت، وگرنه از سجده کردن به خدا که کاری نداشت. الا چون پشت به امر کرد، مگر اینکه امر الهی رو زیر پا گذاشت، پشت به امر الهی کرد، در نگریست روی خود را پشت دید و پشت فرشتگان را روی دید. بعد برگشت دید که فرشتگان که در ظاهر به خدا پشت کردن، چون امر او را اطاعت کردن، در حقیقت به خدا رو کردن. و اینکه در حقیقت به آدم پشت کرده بود، به خدا رو کرده بود، فهمید که به خدا پشت کرده و به آدم روی کرده. اکنون ای بنده مؤمن که نیم تو مال است و نیم تو ماهی، ساعتی رو به ماهی میکن که رو به حضرت ما دارد. خب میگه این بشر، حالا که تو مار ماهی هستی، همش به شکل ما به فکر مار بودن نباش، همش کارهایی رو که مار وجودت بدنت میگوید انجام نده، اندکی هم به فکر روحت باش، به فکر ماهیت باش، به فکر دریا باش. ساعتی رو به ماهی میکن که رو به حضرت ما دارد و ساعتی برای مصلحت روی به مار میکن. خیلی زیبا.
میگه که خب ما که مجبوریم در این دنیا زندگی کنیم، مجبوریم کار کنیم در این دنیا، بخوریم بیاشیم. میگه اشکال نداره تو که اکنون مار ماهی هستی، قسمی به آن مار وجودت برس و قسمی هم و وقتی رو هم به ماهی وجودت توجه کن. آن اولین چیز ایاک نعبدو، مشهودیم به عبادت. ایاک نعبدو یعنی ما تو را عبودیت میکنیم. این هم میگفتن فقط تو را، این فقط در نمی آید. یک عده آمدن گفتن که ایاک نعبدو و ایاک نستعین. این هم میفهمد موضوع در کجاست دیگه. یک عده گفتن که ایاک نستعین، ما فقط از تو یاری میجوییم. پس یاری جستن از دیگری رو حرام میدانن. اند میکنیم این فقط رو چه کسی آورده از داخل کرده از در این ترجمه ها؟ فقطی وجود نداره. یکی دامن هم گفتن یاکن استعین یعنی خدای ما فقط از تو طلب استعانت میکنیم، فقطی وجود نداره. یکی که متوجه نشدن اطلاعاتشان از زبان ادبیات عرب اندک بوده گفتن که ایاک نعبدو، چون ایاک مقدم آمده بر نعبدو و نستعین، پس دلیل بر تأکید است، میگه دلیل بر هست است. از آذر ادبیات عرب چون این هستی وجود ندارد اساسا، و این رو کسانی که فقط فارسی میدانند و عربی نمیدانند از خودشان بافتند و گفتن فقط تو را عبودیت میکنیم و فقط از تو یاری میجوییم. نه، خداوند در قرآن فرموده که ما استعانت از دیگران من میتوانیم بکنیم، ما میتوانیم توسل بکنیم به ائمه معصومین، به اولیای الهی. ما مگر از امام حسین کمک نمیخوانیم؟ چه اشکالی دارد؟ ما مگر از اهل بیت عصمت و طهارت استعانت نمیجوییم؟ چه اشکالی دارد؟ خود خدا در قرآن میفرم به پیغمبر میفرم وَسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ، ای رسول برای ایشان طلب استغفار کن، استغفار کن برای مردم از خدا. یعنی که مردم خودشان نمیتوانن بگوین استغفرالله ربی و عدو بده، استغفرالله و عدو بده، خودشان نمیتوانن بگوین. قرآن میفرمد ای رسول تو برای مردم از طرف آنها استغفار کن. استعانت هم همچنین هست، استعانت از درگاه الهی، استعانت از اولیاء الهی هیچ بدی نداره و هیچ اشکالی هم نداره. این هم کلمه فقط وجود نداره. میگه یا که نعبدو، ما تو را ضمیر مفعولی منفصل است دیگه، میدونی ایاک نعبدو، ایاک ایاکما ایاکو، ایاک ایاکما ایاکن نه، بعد ایای ایانا و ایا و ایاهما ایاهن نه، ایاهم ایاها ایاهما ایاهن نه، ایای ایانا در چهارده صیغه صرف شده. ایاک نعبدو، مشهودی به عبادت تو، به امر تو و ایاک نستعین، هم به امر تو پشت آوردیم بندگی تو و رو آوردیم به تیمار نفس اماره که پشت او سوی درگاه تو. ایاک نستعین هم این بیهوده هست و سخن غلطی است که بگه فقط تو را استعانت میکنیم. نه، فقطی وجود ندارد. میگه ما از تو یاری میجوییم و از تو استعانت میجوییم و این هیچ منافاتی ندارد از یاری جستن از اولیای الهی. از بهران که تو این دشمن را سبب ما کردی، چونان که از کافران خراب ستانند از بهر قوت اسلام، او را نیز همچون این مار و ماهی که گفتیم دو صفت هست. میگه همچنان که از کفار خراب میگیرند به جای مالیاتی که مؤمنان میدهند، یعنی مؤمنان هم خمس میدهند هم زکات میدهند، دقیقا سه دهم مالشان را میدهند، دو دهم خمس و یک دهم زکات میشه و سه دهم مال. بعد از کافران خراج و
ذمه می ستانند، به این صورتی که جزیه می ستانند، خراج می ستانند. جزیه همان مالیاتی است که می دهند و برای استفاده از موقعیت شهروندی. مسلمانان 1/3 مال خود را می دهند، هیچ جزیه برتر از 1/10 نیست و از کافران هم، از مسیحیانی که در جهان اسلام در شهروند میان شهروند اسلامی هستند، از اینها هم مالیات میگیرند، همچنان که معمول است. اکنون در امریکا دیگه نگاه نمی کنم که این مسلمان است مالیات میدهد، مسیحی است، از همه میگیرند. این جزیه هم همین است که برخلاف آن گفتن که اینها زورگویی است و باجگیری است و از اینجور حرف ها، نه، چون این نیست، یک مالیاتی است. مسلمان ها 1/3 میدهند، آنها کمتر از 1/3 مسلمانان میدهند، بسیار کمتر از مسلمانان میدادند. چنان که از کافران خراج ستانند از بحر قوت اسلام، او را نیز همچنین مار و ماهی گفتید. دو صفت است، یکی صفت بند اوست و یک صفت پای اوست. آن صفت که پای اوست شوق جنسیت است، یک صفتی که پای اوست و او به واسطه آن راه میرود جنسیت است، و آن صفت که بند اوست خویشی است که او را وفا کرد. یک دو صفت دارد این مار و ماهی، یکی چیز، یه بندی است که او را با خاک هم بند میکنه، با خاک همراه میکنه، آن قسمت مار بودن است، و دیگری پای اوست که شوق جنسیت او هست. زیرا اول گوهری آفرید حق تعالی در بین نظر کرد، آن گوهر از شرم آب شد. دیگه اینها خیلی روشنه، من رویش را میخوانم که تمام شود. آن گوهر، خب میگه اول گوهری آفرید حق تعالی، خداوند یک گوهر رو، یک جواهری رو، مثلا از جوهر رو، چند جواهر رو آفرید، در بین نظر کرد، نگاه کرد، آن گوهر از شرم آب شد و دریا شد. آن گوهر شرمگین شد از جمال الوهیت، آب شد و دریا شد. یعنی این دریاهایی که هستن اصلشان از آن گوهر روبی است، و بر خود بجوشید و کف کرد و کف او خاک شد و زمین شد. خب اینها تعبیرات خاصی است که در اینجا وجود دارد. وقتی جوشید و جوشید، میدن هرچه بجوشد یه چیزی باقی میماند ترش، آن کف ها خاک شد و زمین شد. از آن سبب که خاک از آب زاییده است، این پیشی و تعلق بند اوست. بیدار باش ای قطره و بدین بند و خویشی مغرور مشو، که بسیار قطره ها را این بند مغرور کرد و از طلب دریا باز داد. میگه آنهایی که در خاک هستن، آن مارهایی که در خاک هستن، اینها بهره ای از آب را در وجود خودشا میبینن، اما گمان میبرن که در همین زمان خاکی و در زمین خاکی میتوان به آن رسید، در حالی که چنین نیست. باید بعد ماهی بودن خود را تقویت کنند تا به دریا برسند. از آن سبب که خاک از آب زاییده است، این خویشی و تعلق بند اوست. بیدار باشه این قطره. قطره همان وجود انسان است که از دریای الوهیت دور افتاده است. قطره و دریا مناسب ترین مثال است از نظر وحدت وجود، و مناسب ترین مثال است که عرفا راجع به رابطه خالق و مخلوق زدند. قطره مخلوق است و دریا خالق است. بیدار باش ای قطره و بدین بند و خویشی مغرور مشو، که بسیار قطره ها را این بند مغرور کرد و از طلب دریا باز داد. خب یه قطره هم میگه خب من هم برای خودم نمی هستم، من هم برای خودم کسی هستم. میگه نه، اگر به دریا متصل نشوی بخار میشوی، یه قطره از بین میرد. خنک آن کس که او را بند آهنین بود یا چوبین بود، که همواره در آن کوشد که آن را بشکند و بیاندازد. خوشا به حال کسی که زنجیر آهن یا زنجیر از چوب داشته باشد، هر لحظه بخواهد این را بشکند. همچنان که این بدن زنجیر روح ماست، و ما هر لحظه باید این بدن را بشکنیم تا روح ما
آزاد شود، از قفس بدن ما رها شود، همواره در آن کوشد که آن را بشکند و بیندازد. اما آن کس را که بند زرین باشد و او زردوست، و یا بند گوهرین باشد و او گوهر دوست، اکنون آن قطره که سوی دریای وحدت سیلوار می رود، آن قطره جان مؤمن است که سیلوار می رود سوی دریای وحدت. خب مولانا به یک چیزی اشاره کرد، خیلی زیباست. میگه که اگر دست ما رو با آهن ببندن، یا دست ما رو بیاین دستان ما رو با پاهای ما رو با چوبی ببندن، ما سریع سعی میکنیم حتما این رو باز کنیم. اگر ما رو در زندان آهنی بگذارن، سعی میکنیم راهی پیدا کنیم. در زندان خاکی بگذارن، سعی میکنیم راهی پیدا کنیم رها شویم. اما اگر با طلا دستانمان را ببندن، یا با طلایی که رویش جواهرات خیلی عظیمی هست، فکر کنم یک عده طایفه مخصوصی بگن نه بذارید همینجا باشه، این طلا و این جواهرات خیلی ارزشمند است و هرگز ما نمیخواهیم که از این دست بکشیم. مولانا میگوید که انسان گاه این بندهای طلا را، بندهایی که مجوهر است و جوهری است و جوهر از جواهر است، این پابندها را بدش نمی آید. اصلا یک چیز چقدر پول می دهد، خلقها به پا می بندد، به دستش می بندد که دستش بسته باشد و از آن لذت ببرد، از طلایی که به دستش هست، به گردنش هست، به پایش هست. میگه اکنون آن قطره که سوی دریای وحدت سیلوار میرود، آن قطره جان مؤمن است، مانند سیل میرود سوی دریای وحدت، که انی ذاهبون الی ربی. آن قطره دریای مؤمن مانند قطره‌ای که به دریا میخواهد برسد، میگه انی همانا من ذاهبون الی ربی، من میروم به سوی ربم، قطره به سوی دریا میرود. علیه توکلی و هو حسبی و الله اعلم. علیه توکل من به دریاست، به خداوند است، و هوه هستی و دریا مرا کافیست و خدا مرا کافیست و الله اعلم. تمت مجالس سبعه مولانا تمام شد، به حمد الله المحمود به کل مکان، به حمد الهی که در هر مکانی محمود است و پسندیده است، مورد هم واقع است، و مذکور به کل لسان و به هر زبانی ذکر حضرت حق وجود دارد، لسان درخت و حیوان و همه جهان رو سب قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. یوم الثلثا فی اوائل ربیع الاخر ثلاث و خمسین و سبع مئه. این سالش رو به سال اتمام مجالس سبعه از نظر مولانا این رو میگه. مولانا این رو در روز سه‌شنبه در اوائل ربیع الاخر سال سلاس و خمسین، یعنی سه و پنجاه میشه و پنجاه و سه، سب امه سب یعنی هفت، مه یعنی سب، هفت صد. پس می شود می دانید که اول مفرد رو میگن، یکان رو میگن، بعد دهگان رو، و بعد صدگان و هزارگان رو میگن. بعضی وقت هم هزار رو اول می آورن، الفون و سب امعه و خمسین و سلاسون و خمسین، بعضا همینجوری. اکنون معمول هست که اول هزارگان رو میگن، کلمه اول، دوم صدگان رو، سوم یکان رو، چهارم دهگان رو. این اکنون در عددخوانی و تاریخخوانی عربی این رعایت می شود. ولی خب اینجا به گونه دیگری هست، اول مفرد رو آورده، یکان رو آورده، سلاس، خمسین یعنی پنجاه، خمس یعنی پنج، خمسین می شود پنجاه، سه و پنج، پنجاه می شود پنجاه و سه، سبع امرن و هفت سبع. پس این مجال سبعه در سال 753 هجری قمری به پایان رسیده است.
می توانید با عمر مولانا حساب کنید که در چند سالگی عمر مولانا این مجالس بوده است. و صلوات و علی نبیه محمد و صلوات و درود بر نبیش محمد المرسل عن عدن عدنان که فرستاده شده از عدن و بهشت عدنان. عدنان یکی از اجداد حضرت رسول است. عدن عدنان خیلی زیباست که عدن یا عدن یعنی جنات و عدن، بهشت عدن است، بهشت باقی است. عدنان به علا صحابت جواد الحسان و بر صحابه جواد اهل جود و حسان و بسیار نیکو الطاهرین که همه طاهرن، ان شوائب حسبان از شائبه های حساب کردن، یعنی همه آنقدر پاکن که حسابی بر آنها نیست. انهو کریم منان، همان خداوند بسیار با کرم و منت گزارنده هست بر مؤمنین. به قول و قبه الهی بعد از چندین جلسه این کتاب مجالس سبعه مولانا جلال الدین به پایان رسید. نکات خیلی مهمی را در اینجا آموختیم، نکات بسیار مهمی که در فهم مثنوی بسیار به کار ما می آیم. هدف داشتیم از این که علاوه بر اینکه آثار مولانا رو بیاموزیم و همه آن چیزی که اینجا به شکل ساده و روان بیان کرد در خلال ابیات مثنوی و در خلال ابیات دیوان شمس آورده است، به کرات آورده است و این موجب راهنمایی ما می شود به ما به ضمیر مولانا و مولانا رو نمی توانیم به خوبی بشناسیم غیر از این که مجالس سفر رو بشناسیم.